زندگی چشمه نوره، اگه امیدی نباشه واسه آدم مثل گوره. زندگی نور امیده، اگه غم رو دور بریزی مثل یک صبح سپیده. یه خورده کلم ببین چقدر منو معطل کردی. حال خانم چه خبره؟ تو رو برر صد یعزست بیسب. تو از بیشواری خوابت نیبره، من چه گناهی کردم؟ خوابه تازه بنده توی محل شدم همه سر نوکر، برای همه باید هزار جور خطو خود بخرم. آخه تقصیر من اگه آدم خوش اخلاقی شدم اصلا. نه با فرماینم کلم ببینم کلی تو رو برم. بیا اینم نن واسه ملک خانم شیر خریدی آوردی؟ فرمایش تو پدر من در آورده بخودم. بفرمایی اینم شیر برای ملک خانم پاسه. خاله جون اومدم اومدم. خیلی ممنون محمد. خدافیز. یعنی آبه سرده. یکمی سب کن مادر. سرده مادر. خاله جون تو رو خدای خدا آب گرم برام بیار. زود باش خاله، زود باش. مردم مگه هفت بچه رو یک کردی؟ بیا اینم آب گرم. وا مگه کبره بسته چقدر سرشون میشوری؟ بیا دست کن بذار بره مدرسهش. دیر شد دختر. الله و اکبر. دست کردم زود باش مادر. اینقدر بول نخور بذار تمیزش کنم مادر. آب سرد نریش. بیا اینم آب گرم بیا. آخه چه خوبه. تکون نخور که بازم برات آب گرم بریزم. دختر دختر خیلی خوب بسته دیگه تمیز شد. بسته قربونت برم. ناز تو برم. وش الهی من فدای اون شکل ماهت بشم. خب مادر زود باش زود باش لباس تو بپوش. من باید برم سر کارم. چی رو نمیخوام؟ باز بچه بازی در بردی. نمیخوام. بیا لباس تو بپوش مادر. ببین دیگه اوقات هم ترک میشه. بیا لباس تو بپوش. الان زنگ مدرسه تون رو میزنم. نمیخوام. بیا مادر تو همچی میخوام. نمیخوام برم مدرسه. نمیخوام. خود تو لوس نکن بچه. بیا لباس تو بپوش. میچایا نمیچام. نمیخوام. نمیچام. بیا بچه بیا هزار تا کار دارم. بیا لباس تو بپوش. بیا مادر بیا قربونت برم. سرما میخوری. مادر موهای شما خیلی قشنگی. یعنی تو یه شب قصه اون دختر مطلعی رو برام گفتی. من همیشه خیال میکنم اون دختر مطلعی خودتی. بذار موهاتو شونه کنم. بیا مادر
خیلی خب بس دیگه، نمیخواد تو واسه من آرایشگری بکنیم. زود باش برو، مادر الان زنگ مدرسه‌تون میخوره. تو نگاه کن بچه، ببین چه به روز من آوردی. به خدا اگه یه دفعه دیگه بی هوا بدوی این بر اون برو منو اذیت کنی، اون گوش تو از بیخ میبرم. خیال نکنی شوخی میکنم ها، هر کی از تو دهنم در اومد همونه. هر کی از تو دهنم در اومد همونه. آخه منو در یه روز زلیل نشده؟ خاله جون چه میشه کرد، بچه است دیگه، آروم و قرار نداره. چی چی رو بچه است؟ مثل یه آدم گنده جواب آدم میده. بچه است وا، بچه تو قنداقه، چه حرفا. خب باهوش بچه‌م خاله، چیکارش میشه کرد؟ ملک جون تو رو به خدا اینقدر لوسش نکن، بذار یه خورده تربیت بشه بچه. تو رو خدا نکن بذار چه بیاد این من زن گنده رو در میاره. نکن مادر، نکن این وجبی، نکن این کارو. یه بریم اینقدر خاله رو اذیت نکن. خدافظ خاله جون. خدافظ خاله. قربون جفتتون برم الهی. سار سار پرنده آزادی دارم، پرنده بخره آزاد کن، مشکلتو با کن. سار سار پرنده آزادی بخره مشکلتو با کن. علی جون گیرت میشه ها. مادر جون میدونه از این پرنده ها رو برای من بخر، خیلی قشنگه. عزیزی دلم، اینا رو اونایی میخرن که زندونی دارن. میگن هر کی یکی از قوم و خویشاش تو زندون باشه یه پرنده رو آزاد کنه اونم آزاد میشه. تو که کسی رو تو زندون ندیدی. باشه تو رو به خود یکیشو برام بخر، میخوام اونو آزاد کنم تا هر جا دلش خواست بره. آقا سار سار پرنده آزادی یه تومن بیا. خب حالا یکیشو خودت آزاد کن. خیلی قشنگی، حیفه که تو قفس باشی. تو باید رو دریاها، رو درختها، تو جنگلا باشی. هر جا دلت میخواد برو، تو نباید اسیر باشی. تو آزادی، هر جا که دلت میخواد برو. مادر جون، دلم میخواست تمام اینا رو میخریدم و آزاد میکردم. منم دلم میخواست پسر جون، اما حیف که نمیتونم. آخه پول همراهم نیست. ایشالله بازم میاییم و میخریم. حالا دیگه برو برو ایشالله. برو دیره چون. خود خود جا جا بود الان پیدا. آها پیدا کردم، یک خبر دست اول دارم. مردی که زن خود را طلاق داده بود دو مرتبه رجوع کرد. بعد از چند روز این مرد خاطرخواه زن خودش می شود. زن گوش مرد را مثل یک حیوان درنده با دندان بی دنده می کند. مردی بی گوش از ترس بی هوش عینهو خرگوش روانه بیمارستان شیردوش می شود. بعد از چند روز گز بیمارستان مرخص می شود. دوستان به او میگویند گوشت چی دو شد؟ او میگوید یک گوش را دادم یک دانه زن گرفتم. خیلی خوبه، آخ یک گوش آدم بده یک زن میگیره. یه وقت این کار نکنی جهان کردم. باید به مادرش تلفن کنم. بیا مادرش، برای تو دفترش باشه. خدا
کنم مسکر شدیم زنگیش بکنیم الو؟ بله؟ بفرمی؟ همینجاست، بفرمی؟ بله؟ بله 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 بسیار خوب، الان ملک خانم، بیا اینجا بله ناراحت نشو، از مدرسه تلفن کردن گفتن بچه تو مدرسه حالش به هم شده بردنش در منگاه قاضی نه تر چیز مهمی نیست بیا این 50 تومنم بگیر شاید لازم داشته باشه برو ببین چی شده برو مرگم نگران نباشی خانم الحمدلله به خیر گذشته یه شوک مغزی بهش دست داده در درجه اول علتش ضعیف بودن پسرتون بوده ولی برای اطمینان خاطر باید از مغز اون عکس بگیریم آقای دکتر تو رو خدا یه کاری کنین که حالش خوب بشه من جز اون کسی رو ندارم اون همه چیز منه اگه اون نباشه من میمیرم من نابود میشم دکتر ناراحت نباشید ناراحت نباشید خب آقای دکتر حالا من باید چی کار بکنم این دواها رو براش بگیرین عکس اونم فوراً برای من بیارین پایین نسخه آدرس آزمایشگاه رو نوشتم بله چشم آقای دکتر همین الان میرم در ضمن یه چیزی رو نباید فراموش کنین از این به بعد نباید اونو تنها بگذارین هر آن امکان داره دوباره حالش به هم بخوره شما باید همیشه مراقب اون باشین اگر اونو تنها بگذارین و حالش به هم بخوره خدایی نکرده ممکنه میتونم دکتر میدونم ممکنه اونو از دست بدم پسرم تو حالت خوب میشه چیزی نبود تو حالت خوب میشه شنیدی عزیز دلم دکتر گفت من باید همیشه پیش تو باشم دیگه تنها از مدرسه بر نمیگردی من خودم میام میارمت آخه تو که کار میکنی تو فکر کار من نباش اجازه میگیرم تو هم باید به من قول بدی تا من نیومدم دنبالت نری باشه پسرم قول میدی آره قول میدم باید اونه تو پسر برم الهی من یه جوری جوابشو میدم قربونت برم بیترسم یه وقت پایست سهر نه که تو رو بچه تو بذار خونه برد اینا رو بگیر خدافز ولی آخه نداره مطلع کن بود میترسم بفهمن تو رو از کار بیکارت کنم نه هیچ از نهیم فهمه زود تست بخواه بچه هم بریم متاسفم خانم من که به شما گفتم اونو تنها نذارین تنها بودن این بچه مساوی با مرگشه میفهمی خانم من اینو به شما گفته بودم چطور مگه آقای دکتر بچه‌م طوری شده دیگه خیلی دیر خیلی دیگه با دوا و آمپول نمیشه جون اونو نجات چی یعنی اونه نه هنوز نه ولی هر آن امکان این هست که جونشو از دست بده نه آقای دکتر نه تو رو خدا این حرفو نزنین من نباید اونو از دست بدم اون جگر گوشه ای منه تو رو خدا بگیم باید چی کار کنم آقای دکتر یه کاری بکنیم من بچه‌مو از شما میخوام یه راه نجاتی براش پیدا کنیم فقط یه راه وجود داره چرایی آقای دکتر من حاضرم جونم هم براش فدا کنم بگین چی کار کنم یه عمل جراحی روی مغزش
اون به یه عمل جراحی احتیاج داره، اون عملی که میتونه نجاتش بده، وگرنه مرگش حتمی. وای خدا مرگم بده، پس باید ببرمش تهران. ای به کار همینجاست، ما نمیتونیم این عملو در اینجا یا در تهران انجام بدیم، باید اونو بفرستیم خارج، چون دستگاه های لازم برای این عمل جراحی متاسفانه هنوز به تهران نرسید. آخه دکتر چطوری؟ من که کسی رو ندارم دکتر. جون اگه پولشو داشته باشی احتیاج به کسی نداری. خب چقدر پول میخواد؟ بیشتر از 50,000 تومان. چی گفتین؟ خارج یک ماه شما و بچه‌تون به اضافه پول عمل، حتی ممکنه بیشتر از اینا لازم باشه. آخه آقای دکتر مگه ممکنه؟ آخه من این همه پول از کجا بیارم؟ منم میدونم که کار دشواری، ولی هر طور شده باید این پول رو فراهم کنی. این پول ضامن سلامتی بچه‌تون، اگر پول نباشه اون میمیره. علی پسرم چرا چشماتو باز نمی کنی؟ علی ناراحت نباش، با اون پولی که بهش تزریق کردم تا صبح راحت میخوابه. این روزنامه رو بگیر رو سر بچه. خیلی متشکرم آقا. بیچاره من اگه خونم دچار چه مصیبتی شده. بودو سلام خواهد. بودو سلام. ببرش تو خیز نشون بودم. خدا منو بکشه. دکتر چی گفت؟ گفت اون باید عمل جراحی بشه و الا میمیره. خدا آره خاله، گفت اگه عمل نشه اون میمیره. دخترم چارش چیه؟ چی کار باید بکنی؟ چارش پول خاله جون. اما من از کجا 50,000 تومان بیارم؟ گفت اگه پول فراهم نکنی اون میمیره. آخه این همه پول از کجا میشه پیدا کرد؟ میگم ها یه سری برو تو کارگاه، بلکه بتونی از سهراب خان بگیری. هی بابا این چه حرفیه میزنی خاله جون؟ در مقابل روزی 10 تومان حقوق کی میاد این پولو به من بده؟ ببین وقتی بهش بگی برای عمل بچم میخوام، شاید دلش به رحم بیاد و بده. خدایا خودت کمک کن، میدونی که من تو این دنیا جز علی کسی رو ندارم. تمام دل خوشی من تو زندگی علیه، اونو از من نگیر. خدایا خودت جفاش بده. چند نفر رو ببینم بلکه بتونیم حال تو رو خوب کنیم. مگه من دیگه خوب نمیشم؟ من میخوام با اینا توپ بازی کنم. من دیگه خوب نمیشم. چرا عزیز دلم، تو رو بعد دکترای دیگه هم ببینم. این کارم پول لازم داره که دارم برات فراهم میکنم. باری کله سری جون، بریم با هم یه گوشه بشینیم بازی کنیم. اینقدر تنها نشین و فکر بکن، بریم بازی کنیم. بریم کار کردی؟ چی کار میخواستی بکنم؟ به رئیس کارگاه، به چند تا انجمن، به شهرداری، به هر کجا که بگی سر زدم، ولی کسی به حرفم گوش نمیکرد. انگار نه انگار که من براشون حرف میزدم. وقتی آدم پول نداشته باید بمیره، چه خاکی تو سرم کنم. اقلا میخواستی پلو چند نفر دیگه هم بری. رفتم خاله. خواستی ازشون خواهش کنی، التماس کنی، رو دست و پاشون بیفتی. افتادم، التماس کردم، گریه کردم، به پا
پاشون افتادم ولی فایده ای نداشت. به خدا اونایی که میگن پول سعادت و خوشبختی نمیاره دروغ میگن. حالا چیکار کنم خاله؟ این پولو چجوری فراهم کنم؟ بریم پیش همسایه‌ها، بلکه همشون با هم یه کاری بکنن. ای بابا، این بیچاره ها برای نون شبشون هم محتاجن. پس بریم پیش یه آدم پولدار. به حرفای ما گوش نمیدن. مگه جز اینجا راه دیگه هم داری؟ یا باید این کارو بکنی یا باید با دستای خودت بچه‌تو به خاک بسپری. نه، من نمیذارم بچه‌م بمیره. هر طوری شده این پولو فراهم میکنم. اگه شده دزدی کنم، خود فروشی کنم، نمیذارم بچه‌م از دستم بره. دیوونه شدی زن؟ این حرفا چیه؟ خیال میکنی زنایی که خودشونو در اختیار مردم میذارن چقدر درآمد دارن؟ از اون گذشته هیچ جای دنیا زنی پیدا نمیشه که بتونه یه شبه 50,000 تومان پول پیدا کنه. اگه شده شب و روز تو کثافت غلط بخورم این پولو فراهم میکنم. ملک، ملک نرو. خلاصه بد چیزی نیست. پاشو برو ببین میتونی کاری بکنی یا نه. دست خالی بر نگردی. همین قربان. ببینم تازه وارده. آره
چطور مگه؟ میخواستم ببینم که نمیخواد بگه. چطور مگه؟ اون به پست تو نمیخوره. واسه نوروز خان میخواستمش. میدونی اون هر چند وقت یه دفعه که میاد اینجا به کاراش برسه، واسه اینجور چیزا پولمول خوبی خرج میکنه. اگه حق حساب ما برسه، ما جورش میکنیم. خاطر جمع باش. جوره جوره، شما اول برید اونجا بساطا حاضر کنین، بعد خودم میارمش. خیلی خوب باشه. های گاسون حساب. بفرمایید خانم، بفرمایید. خیلی خوش اومدین. سلام. به به سلام. بفرمایید، بفرمایید بشینید. هرچی جناب نوروز خان میگن گوش کن، اینم از سرت بردار. پول خوبی بهت میده دختر. قربون، یه خورده خجالتیه. همونطور که گفتم تازه تو کار اومده. خب با من دیگه فرمایشی نداری؟ نه نه، برو. دیگه کاریت ندارم. بیا اینم هم شما. برو جلو. خوش باشین. خب بیا بشین. بیا بیا. ببینم مگه تا حالا اینجور جاها نیومدی؟ ناراحتی؟ نه نه، من شب و روز کارم اینه که اینجور جاها بیام. مشروب چی میخوری؟ مشروب؟ مشروب همه چی. باریکالله باریکالله. پس معلوم میشه اهل دلم هستی. خوبه. خب دختر خانم، از این سیگارای برگم میکشی؟ من؟ بله، من روزی 10 تاشو میکشم. باریکالله، بیا بکش. ببخشید آقا. دختر تو چرا انقدر دروغ میگی؟ بیا اینم مشروبی که میخواستی. بیا بخور جونم. آفر آفر، باریکالله، بخور. خیلی ازت خوشم میاد، تو دروغگوترین زن عالمی. خب حالا بلنشو لخشو ببینم. چی گفتی؟ گفتم بلنشو لخشو. خب معلوم، پس چی؟ ببینم، نکنه میخوای همینجوری با لباس تو رخت خواب بخوابی؟ بولانشو بود نشد، بولانشو عزیزم، بولانشو باید بریم تو رخت خواب. رخت خواب؟ باید لخشم. خب کجا باید لخشم؟ اونجا، تو اون اتاق. منم الان دستمو میشورم و میام. من نه دوستم نه بلگم. آره چون
جون خودت. وسط من این پولا رو برای مادر مریضت میخوای که دوا بخری یا بچه تو از مرگ نجات بدی یا اینکه شوهر تو از زندان بیاری بیرون؟ ها؟ بچه ما از مرگ نجات بده. تو گفتی، منم باور کردم. همه یه زنهای بلگردی مثل تو از این حرفا میزنن. زود گورتو گم کن، از اینجا برو و ایلا میدم بندازن تو هلوفتونی. تو دیگه از این غلط ها نکنی. برو گم شو. فکر نکن عزیز دلم، کاریه که نباید بشه و شده. با سرنوشت که نمیشه مبارزه کرد، همش دست خداست. من میدونستم، میدونستم دختر جون. من همون دیشب میخواستم بهت بگم که تو جرأت این کارو نداری. آخه این کارا رو همه کس نمیتونه بکنه. پشو عزیز دلم، پشو جونم، پشو برو بیرون. همسایه‌ها جمع شدن باهات کار دارن. بلند شو دختر جون، بلند شو. چیزی ندارم که قابل دار باشه. تنها کاری که تونستم بکنم این بود که تمام پسندازمو برای عمل جراحی علی بیارم خدمتتون. بفرمایید. ممنونم ملک خانم. من این پولو از خرجیم زدم که قالیمو از گرو در بیارم، ولی عمل علی واجب تره. منم تو امتحان قبول شدم، بابام این پولو داده که دو چرخه بخرم، میدم واسه علی. قربون تو پسر برم، متشکرم. ملک خانم، من این پولا رو جمع کرده بودم که واسه خودم کاغذ میداد بخرم، ولی مثل که علی بهش بیشتر احتیاج داره. چرا خدا به علی بگیم که من تمام پولای قلکم رو دادم واسه اون؟ بهش بگیم زودتر خوب شه. ای وای، قربونت برم. ملک جون، من تمام دارو ندارم تو این دنیا، همین است. ببر بفروشه، شاید بتونی با هم خجالت میدی. ولی با این پولا نمیشه علی رو معالجه کرد. ملک خانم جان، سلام. خوشخبرم برای تو، قصه نخور که خودم آمدم یک عرض خصوصی دارم. چند دقیقه بفرمایین گوشه کنر. بله. کجای کاری تو زننه؟ اینقدر قصه نخور، گریه و زاری نکن. خوخش، خدای ما بزرگه. غلام رضا خان امروز از تهران آمده بود، وقتی فهمید علی مریضه، پول پلیم در کار نیست، میگفت یک یاروی رو میشناسد که پول این یارو از جارو میره بالا. میگفت این یارو چند وقت پیش در یک تصادف اتومبیل زن بچه خودش را از دست داد. حالا با تمام پول و ثروتی که دارد هیچ کسی تو این دنیا ندارد. چند دفعه این بیچاره رفته توی یتیم خانه و پرورشگاه، اما بچه خوب گیر نیاورد. آدرسش داره. اینا میگم این آدرس وردر، برو تهران، شاید خدا زد پس گردنش با تو کمک کرد. خیال میکنی مردم به این آسونیا با آدم کمک میکنه؟ ای برا تو میشین که طلب کاری گبرر. خب نداد دی نداد، تا سه بر میگردی خانه اول، تا این بابا رو دیدی بزن سر کله خودت، گریه زاری بکن، آهناله بکن. آخه تو با مال به چشمای تو بالاخره کمک میکنه دی. آخه مگه میشه؟ چطوری از بچم دل بکنم؟ چطوری اونو از خودم جدا کنم؟ چطوری نداره؟ بالاخره بهتر از اینه که بچه تو با دست خودت به خاک بسپرش. محمد راست میگه. بله، تازم نشد طوری نمیشه، برمیگردی خونه خودمون. خاله ننه با جان تو از اون وقت الان دارم بهم میگم، اما گوش نمیده. علی جون، دوست داری بریم تهران؟ اگه تو هم بیای. آره منم میام، اما ممکنه اونجا از هم جدا بشیم. چی؟ جدا بشیم؟ چرا جدا بشیم؟ من از خودت جدا نکن مادر. مگه منو دوست نداری مادر جون؟ من هیچ وقت نمیخوام از تو جدا بشم. ولی علی جون، تو دیگه بچه نیستی، باید بدونی تو یک مریضی داری که حتما باید عمل جراحی بشی و هر وسیله که شده باید تو رو معالجه کنم، حتی اگه لازم باشه تو از من جدا بشی. نه مادر، من از تو جدا نمیشم. اگه از تو جدا بشم دیگه تو رو کجا پیدا کنم مادر جون؟ همینجا عزیزم، کنار این دریا، توی همین شهر. من و تو همینجا به دنیا اومدیم، همینجا باید بمیریم. هر وقت هر کجای دنیا منو گم کردی، بیا همینجا، من منتظرتم.
اینو بدون، انقدر اینجا منتظرت میمونم تا تو بیای یا منو پیدا کنی. مادر جون تو خود این حرفا رو نزن، من از خودت دور نکن، مگه منو دوست نداری؟ چه حرفی عزیزه دلم، قربونت برم الهی، تو از هر چیزی توی این دنیا برای من عزیزتری. سلامت. من اگه خونه جون تو خورده پولو بگیر، شاید لازم نیست بشه. قربون دستت برم، مرسی. نه لازم نیست جون، نه بالا نمیخوام. وقتی پول دار شده بهم پس بده. دستت درد نکنه، متشکرم. خب خدا حافظ همگی. اینجا اتاق شماست. آقا ببخشید، این آدرس شما میدونین کجاست؟ صاحب قرانی خیابان پنجم منزل طاهر جاوید. من درست نمیدونم، اما اگه این آدرس رو به تاکسی بدید شما رو یه راست میبره اونجا. متشکرم. خواهش. فرمایشی ندارین؟ نه مرسی. چطور علی جون، خسته شدی؟ آدمو میذارن زیر خاک. میدونی که من تو رو خیلی دوست دارم، هیچ وقت دلم نمیخواد ببینم که دارن یه بچه بیگناهو چال میکنن. چی میگی مادر؟ این حرفا چیه؟ تو به یه عمل احتیاج داری، عملی که اگه انجام نشه جون تو از دست میدی. یعنی میخوای بگی میمیرم؟ اگه اون عمل رو مغزت انجام بدن خوب میشی، اون وقت برای همیشه راحت میشی. پس باید عمل کنم مادر؟ آره پسرم، باید عمل کنی، ولی این عمل خیلی خرج داره. تو میدونی که ما پولی نداریم. اگه میخوای برای همیشه خوب بشی و پیشم بمونی، هر چی که بهت میگم باید قبول کنی. قول میدی؟ آره قول میدم. بیا اینجا، بیا. اون خونه سفیده رو میبینی؟ اون روبرو؟ آها.
خونه یه که هر آن انتظار بچه قشنگی مثل تو رو میکشه. وقتی پاتو بذاری تو اون خونه سرنوشت عوض میشه. وقتی بفهمن تو مریضی فوراً میفرستنت خارج و معالجت میکنن. اون وقت زنده میمونی و تو ناز و نعمت بزرگ میشی. منم هر روز از اینجا تو رو میبینم و خدا رو شکر میکنم. یادت باشه به من قول دادی اگه میخوای زنده بمونی خوب به حرفام گوش کن، هر چی بهت میگم تکرار کن. هر طور شده میری تو اون خونه میگی آقا رو میخوام. میگی چی پسرم؟ میگم آقا رو میخوام. باریکلا پسرم، وقتی آقا با تو حرف زد ازت پرسید پدر مادرت کیه؟ بگو پدر که ندارم، مادرم هم یه زن بدیه، یه زن فلگردیه، بدکار است. مادرم قرار شد حرف نزنی و تکرار کنی، بگو چی میگی پسرم؟ میگم پدر ندارم، مادرم هم یه زن بدکار است. نه مادر جون، وقتی ازت پرسیدن مادرت کجاست بگو نمیدونم. بگو منو تو خیابونا ول میکنه با مردم یه گردش، منو وادار به گدایی میکنه. بگو منو همیشه کتک میزنه نمیذاره درس بخونم، منم از دستش فرار کردم. تکرار کن علی. میگم منو کتک میزنه، منم از دستش فرار کردم. باریکلا پسرم، بگو من مریضم. وقتی دکتر گفت باید عمل بشم مادرم منو ول کرد و رفت. علی اینا رو میگی یا نه؟ آره میگم. اون وقت اونام قبول میکنن، ازت میپرسن حاضری اینجا بمونی؟ حاضری بمونی؟ نه نه مادر، من این کارو نمیکنم. من میخوام پیش تو باشم، من تو رو دوست دارم. علی اگه قبول کنی به نفع خودته. وقتی فرستادنت خارج عمل کردی دوباره منو میبینی، اون وقت پیشم برمیگردی همونجا کنار دریا، کنار اسکله. برو پسرم، برو، خدا به همراهت. بین مرگ و زندگی چیزی نمونده، برو پسرم. نه مادر نمیرم، من تو رو میخوام. باید بری علی، من تو رو زنده میخوام، نمرده. اگه پیش من بمونی میمیری. نه مادر جون نمیرم. برو برو علی جون. گفتم که نمیرم. از هیچی نتر. نه مادر برو. من نمیتونم. تو باید بری. میگم باید بری علی، اصلا من تو رو دوست ندارم. برو. نه مادر من نمیرم. گفتم برو، من از تو متنفرم، ازت بدم میاد. نه مادر جون من نمیرم. به تو میگم برو. مادر منم از تو متنفرم، ازت بدم میاد. دوست دارم علی جون، دوست دارم، ولی من از تو بدم میاد، ازت متنفرم. میفهمی مادر؟ دوست دارم، دوست دارم علی. دروغ میگی، اگه منو دوست داشتی از خودت جدا نمی کردی. زود باش، بلندش کن، بلندش کن، را بیفتی. یالا برو اورژانس بزرگ تهران. زود باش بچه، برو ببینم. الحمدلله از خطر گذشته، ولی اون به خون احتیاج داره. خب بهش تزریق کنید دکتر. متاسفانه گروه خونش رو فعلا نداریم، خونریزی اون خیلی شدیده، باید هر چه زودتر این خون رو پیدا کنیم. یا خبر منی آشان. دکتر باید اونو نجات بدی، من اونو از شما میخوام. هر کاری که ممکنه بگین تا انجام بدم. بفرستین هر کجا هست این خون رو پیدا کنن. با اتومبیل فرستادم، چند جام تلفن کردن. متاسفانه از نوع گروه خونش رو گیر نمیاریم و چون خون زیادی هم ازش رفته ممکنه وضعش بدتر بشه. دکتر تلفنتون کجاست؟ برو تلفن رو به آقای شما بفرمایید. تو دفتر. آقای دکتر. بله. من الان شنیدم که این بچه احتیاج به خون داره، من حاضرم خونمو بهش بدم. شما اونو میشناسید؟ نه خیر. باید دید گروه خون شما با اون میخونه یا نه. میدونین گروه خونتون چیه؟ نه آقای دکتر. لطفا ببینین گروه خون این خانم چیه. خواهش میکنم تشریف بیارید خانم. چشم.
خیر، یه خبر خوب بهتون بدم. گروه خونونه پیدا کردیم. یه خانم درسوز پیدا شده. گروه خونش با بچه میخونه. خدا بهش خیلی رحم کرد. متشکرم. این بزرگواری و انسانیت شما رو تحسین میکنم. شما جون این بچه رو نجات دادید. این وظیفه من بود آقای دکتر. با این حال ازتون خیلی متشکرم خانم. خواهش میکنم. مادر جون، من میترسم. منو تنها نذار مادر. آروم باش بسرم، آروم باش. من میترسم. هیچی نیست، نترس عزیزم. مادر الهی قربونت برم، به من نگو مادر، ممکنه اونا بفهمن. به به، ماشالله و حمدالله حالت خوب شد. اما باید از این خانم مهربون تشکر کنی که به موقع رسید و خونشو به تو داد و حالت تو خوب شد. این خانمو خدا برات فرستاد پسرم. اون فرشته نجاتی که خدا برای این پسر بیگناه فرستاد شما این. من این فداکاری شما رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. حاضرم هر کاری داریم برای شما انجام بدم، هر چقدر پول بخواییم بهتون بدم. نه من هیچ کاری نکردم، پولم نمیخوام، وظیفه من بود که این کارو بکنم. به هر حال ازتون ممنونم. حالا نمیخواییم با اون بچه که جونشو نجات دادین حرف بزنین. بیاییم باش حرف بزنین، خوشحال میشه. حالت چطوره پسرم؟ خوبم آقا. باید از این خانم تشکر کنی، اون در حق من و تو خیلی فداکاری کرده. اسمت چیه پسرم؟ علی. مگه تو کسی رو نداری؟ فقط مادر دارم. منزلتون کجاست؟ بگو تا تو رو ببرم پیش مادرت. نه آقا، نمیخوام پیش اون برم. چطور پسرم؟ مگه مادرتو دوست نداری؟ نه، اون مادر خوبی نیست. اون منو اذیت میکنه. بدکار است. اون میدونه که باید من عمل کنن. اون دوست داره من بمیرم ولی پول عملمو نده. چه عملی پسرم؟ نمیدونم، اینو از دکتر شنیدم. دکتر به مادرم میگفت باید سرمو عمل کنم، اما مادرم نمیخواد. اشتباه میکنی پسرم. هیچ مادری نیست که بچه‌ای به این قشنگی رو از دست بده. همه آرزوی بچه‌ای مثل تو رو دارن. میخوای برای همیشه پیش من بمونی؟ آره، میخوای بمونی؟ آخه منم یه پسر داشتم مثل تو، خوشگل و قشنگ بود، ولی حیف که از دست دادمش. همون مثل این که خدا تفضل کرده و تو رو برام فرستاده. گفتی اسمت چیه پسرم؟ علی. خب علی، مادرت کجاست؟ آدرس رو بلدی؟ نه نمیدونم کجاست. اون منو دوست نداره، اون منو کتک میزنه. منو پیش اون نبرین. به شما گفتم که اون یه زن بدکار است. خیلی خوب پسرم، ناراحت نشو، تو رو نمیفرستم پلوی اون. دیگه اسمشم نمیارم. دکتر یه جلسه پزشکی تشکیل بده، بهترین دکترها رو دعوت کنیم. هرچی لازم باشه خرجش میکنم. اگه لازم باشه میبرمش اروپا، آمریکا، معالجت میکنم. به یاری همون خدایی که تو رو به من داده خوبت میکنم. اما اول از همه باید از این خانم انسانی که تو رو از مرگ حتمی نجات داده تشکر کنی. تو زندگی خودتو مدیون اون. نفهمیدم. بفرمی خانم، این کارت کارگاه، اینم کارت بیمتون. حق بیمتون هم هر ماه از حقوقتون کسر میشه. ساعت کارتون هم از 4 بعد از ظهر تا 12 شبه. فقط روزای پنجشنبه مرخصی دارین. حالا برین سر کارتون. چشم آقای رئیس، هر طور شما بفرمایید. چکرم. دکتر میگه باید حتما اونو بفرستیم خارج. اون باید عمل بشه. عمه جان، من اونو مثل پسرم دوست دارم. سلام قربون. سلام جانم. این بچه رو خدا به من داده. همین امروز به پدرم تلگراف میزنم که ترتیب عملشو بده. طاهر جون، خودت بهتر میدونی چی کار کنی. لابو چاره جزی نیست، و الا تو همین تهرون هم هزار تا دکتر و جراح قابل هست. درست عمه جان، صحیح میفرمایین، ولی عمل بسیار سختیه. وسیله‌اش هم اینجا فراهم نیست. دکترم جان، از تو هم یه خواهشی دارم.
من اونو دست تو میسپرم. باید با اون بری لندن پیش پدرم. دلم میخواد سالم برش گردونه اینجا. چشم پسر دایی جون، میدونی من همیشه دلم میخواد چیزی که تو دوست داری انجام بشه. حالا باور کن مثل بچه خودم ازش نگهداری میکنم. متشکرم. خب علی جون بیا بریم تو باغ، میخوام یه خود باد حرف بزنم. موافقی پسرم؟ آره. باری کلا. بیا بابا. اینقدر متل کردی که آخرش کار دستمون دادی. تو باید زنون میشدی تا براش یه بچه میآوردی، نه اینکه یه مرتبه سر کله یه بچه ناشناس تو این خونه پیدا بشه. آخه من چی کار میتونستم بکنم؟ تو هیچ وقت نخواستی کله گچتو عوض کنی. تو باید صاحب این همه خونه و زندگی میشدی. امروز به این بچه هاست میگیره، فردا با یکی دیگه. میترسم اینقدر حماقت کنی یهو یه زنی از در وارد بشه و بندازدت بیرون. همین امروز فردا با هواپیما تو رو میفرستم پیش پدرم. تو تا حالا سوار هواپیما شدی؟ نه خیر آقا. ببینم تو همیشه اینطور احمق تو همه. چرا نمیخندی پسرم؟ ما یه کشتیات غرق شده. اگه یه لبخند بزنی منو خیلی خوشحال میکنی. هرچی دلت بخواد برات فراهم میکنم. بیا پسرم، انشالله وقتی برگشتی به سلامتی یه دوچرخه خیلی خوب واسات میخرم. دوست داری سوار دوچرخه بشی؟ آها، مادرم هم یه وقت میخواست برام بخره. اما پول نداشت. یعنی پول داشت واسم نخرید، کتکم زد. خدا لعنت کنه اینطور مادر رو. خب بگو ببینم پسرم، از سواری دوست داری؟ دوست دارم ولی بلد نیستم. چیزی نیست، خودم یادت میدم. خب حالا برو یه خودتو باغ بازی کن، من زود برم. باشه. بودو بابا. هیچ فکر نمی کردم شما رو اینجا ببینم. شما همسایه ما هستین؟ نه نه، من اومده بودم که... آه اومده بودین که علی رو ببینی، درسته؟ درسته. حال اون بچه چطوره؟ چطور میخواستین باشی؟ خوب شده؟ فعلا که حالش خوبه، ولی مجبوریم اونو بفرستیم خارج، چون باید عمل جراحی بشه. خودش چی میگه؟ اون راضیه؟ گمان میکنم راضی باشه. حرفی نمیزنه. الهی که خدا شما رو عمر بده. خدا شما رو دوست داره. بی خود نیست که به شما این همه ثروت و دم و دستگاه داده. ولی خانم با وجود این که تمام وسایل تفریح و آسایش اونو فراهم کردم، مثل این که دلبستگی به یه چیزی داره که نمیتونه ازش جدا بشه. هرچی فکر کردم نتونستم بفهمم. به نظرم از مادرش رنج میبره. به هر حال بیان بریم تو، اون از دیدن شما خیلی خوشحال میشه. علی زندگیشو به شما مدیونه، شما خیلی حق به گردن اون داری. بفرمایید بریم تو تا عمو و دخترم نامو به شما معرفی کنم. امروز نه آقا، دست خالی که نمیشه اومد پلوی اون، تازه سر و وضعم هم چندان خوب نیست. بسیار خوب، هر جور که میلتونه. پس فردا شب منتظرتونم خانم گمنام. دیگه چرا گمنام؟ آخه اون شب تون مریض خونه یهو غیبتون زد. من هنوز اسم شما رو نمیدونم. اسم من ملکه. چه اسم با مسمایی. به هر حال فردا شب منتظرتونم. خداحافظ. خدایا شکرت، بچه‌م نجات پیدا کرد. خلاصه بچه من نجات پیدا کرد. همون طوری که گفته بودی شد. پرنده آزادت پرید و به منزل تازه خودش نشست. اون مرد پولدار میخواهد علی مرا بفرستد به خارج تا کله او را عمل بکند. خاله جان، من تا موقع برگشتن پسر من اینجا میمانم و میخواهم با چشمای خودم سلامتی پسر مرا ببینم. من اینجا کار پیدا کردم برای خودم. آخه کار پیدا کردم. الحمدلله. من فقط روزهای پنجشنبه مرخصی دارم. این پنجشنبه هم قرار از شام با منزل طاهرخان بروم که علی را ببینم. قربان همگی شما ملک خانم. خدا رو شکر، الهی صد هزار مرتبه شکر. محمد جون، پول ماشین تو تا تهرون بهت میدم. باز بری ببینی ملک هر کمکی لازم داره براش بکنی. خدا الهی عوضت بده. خلاصه من از اون بیخبر نذاری. نه بگیر ببینم. رفتم گیر رفتم. با من میگن محمد فضول، من یک شب تا خبر نیارم خبر نبرم اما من خواب نمیبرم. نمیری الهی. باشه خدا حافظ. قربونت برم الهی. باشه. وای وای. به سلامت. با پدرتون در لندن تلفنی صحبت کردم. مریض خونه میگه تا رضایت پدر و مادر بچه نباشه عمل جراحی رو نمیتونن انجام بدن. یه دفعه دیگه از علی بپرس، شاید بگی مادرش کجاست. علی جون به ما بگو کجا میتونیم دنبالش بریم. زندگی تو بسته به پیدا شدن مادرته. نه من اونو نمیخوام. من از اون بدم میاد، اصلا نمیدونم کجاست. ولش کن، همه جا رو بگردین.
کوچه به کوچه سراغشو بگیرین، از زنای بد بپرسین که همچین زنی رو میشناسن یا نه. اگه این زن رو پیدا نکنین بچه رو از دست میدیم. چش قربان، خاطرتون جمع باشه. بازم باید منتظر باشیم، اگه دلش میخواست الان اومده بود. علی، مهمونت قول داد ولی نیومد. اولا هاشش اومد. سلام، برات کادو خریدم، امیدوارم بپسندی. منو یادت میاد؟ بله یادم میاد. برو کادو تو باز کن بسرم. البته پسرم. مادر خراموش نکن، تو به من قول داده بودی منو مادر صدا نکنی. آره میدونم که قول دادم ولی دست خودم مادر. عمه و دختر عمه عزیزم رو بهتون معرفی میکنم، ایشون هم همون خانمیه که جون علی رو نجات داد. خیلی خوشبخت. خیلی ممنونم که به منزل ما اومدی. عجیبه خانم، این اولین دفعه یه که میبینم علی میخنده، مثل این که از دیدن شما خیلی خوشحال میشه. شما باید همیشه اینجا بیاید. بفرمایید خانم، خیلی وقت منتظر شما این. بفرمایید سر میز شما شام یخ کرد. ایبی نداره، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. بشقابتون رو بدین براتون بکشم. دیگه بتونم بیا. اگه شما نیاین من و علی میان پیشتون. آخه من مثل این که خوشتون نمیاد ما بیایم منزلتون. حتما نامزد یا شوهرتون خوشش نمیاد. بله نه نه، من کسی رو ندارم، من تنهای تنها هستم. تنهایی؟ بس حتما عاشق هستی. بله عاشقم، ولی عاشق کسی هستم که حاضرم جونم رو فداش بکنم. دلم میخواست میتونستم به شما بگم اون کی. خب خداحافظ. این موقع شب که نمیتونین تنها برین، اجازه بدین برسونمتون. نه متشکرم آقا، میخوام تنها برم. امشب اینقدر خوشحالم که دلم میخواد رو آسمونا پرواز کنم. شب بخیر. شب بخیر. فرشته ها فرشته
بیرون برو. سلام. 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 به 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 پسر گلم. اون نازشو برم الهی. چیه پسرم؟ اینجا همش مال شما؟ نه، اینجا همش مال خودته. خدایا شکره، ممنونم که این بچه رو به من دادی. مثل اینکه اونو خیلی دوست داریم. تو دنیا چه چیزی میتونه قشنگتر از این باشه؟ تو زندگی مسئله مهمتری هم وجود داره که آدم باید به اونام توجه داشته باشه. نگاه کن، اون احتیاج به یه سرپرست داره، یه مادر میخواد. اون احتیاج به کسی داره که اونو مثل پسرش دوست داشته باشه، ازش نگهداری کنه، تر و خشکش کنه. اون به یه زن فداکار احتیاج داره. فکر میکنی چنین زنی رو میشه پیدا کرد؟ فکر میکنی یه همچین زنی وجود داره که از قیافرش بگذره و زندگیشو وقف این بچه معصوم بکنه؟ دیگه هر چی باشه از مادرش که بهتر نمیشه. مادری که ولش کرده و رفته دنبال هرزگیش، رفته دنبال برگردیش. به خدا یه همچین زنی رو باید کشت، باید اونا رو از بین برد. اون وقت تو میخوای به من بگی تو این دنیای به این بزرگی یه همچین زنی پیدا میشه که بیاد از این بچه نگهداری کنه، تر و خشکش کنه؟ آره پیدا میشه، ولی آدم باید چشم بینا داشته باشه. من مادر خوبی میتونم برای اون باشه. راستی مادرشو باید حتما پیدا کنیم، هیچ خبری ازش نیست. حتما علی میدونه. علی؟ علی؟ اونها داره فرار میکنه. چطوره؟ به جان تو این خاله جان تو پدر من در آورده، نمیدنی چه بیتاقتی میکند. از من خواسته بیام تهران، هر جوری شده تو رو پیدا بکنم که ببینم حال تو چطور است. خب حال تو چطور است؟ ای بد نیستم. خب اگر خوبی بود کتاب، یه کاغذی، قلمی، تلفونی، تلگراف، یه کاری به ما میکردی، ما کلی برای تو دلواپس بودیم. آخه بابا بیا اینا را خاله جان تو فرستاده، ماهی دودی یخزده تازه، پرتقال شهسوار. خب تو چه خبر داری؟ حالا بگو ببینم. محمد جون نمیدونی چقدر خوشحالم، تمام نقشه هامون تا به حال خوب از آب در اومده. آخی. قراره همین امروز و فردا علیو بفرستنش خارج که عمل کنه. خدا رو شکر. ولی این امروز و فردت منو کشته. به جان تو من حاضرم برای اینکه حال این بچه خوب بشه و در کله منو با کله اون عوض بکنن. یه دنه مشهدم نزد کردم مادر. ولی الان پول مادر دارم. مادر جون بذار پیشت بمونم. چی میشه من پیشت بشم؟ آی علی صد دفعه بهت گفتم تو باید اونجا بمونی، برای چی اومدی اینجا؟ چرا این کارو کردی؟ فورم برگرد تو خونه. نه من میخوام اینجا پیش تو باشم. ایداد علی، اینجا جای تو نیست، جای تو اون خونه است، تو به اون خونه احتیاج داری. نه مادر من نمیرم اونجا، من تو رو میخوام، من به تو احتیاج دارم. میخوام پیش تو باشم، پیش تو بخوابم. بهت گفتم برگرد، اینقدر قدی نکن. نه من دیگه خسته شدم مادر، من پیش تو میمونم. گفتم برو از پیشم، تو اون خونه پول زیاده، نقشه ما اونجا عملی میشه. نه پول نمیخوام، من تو رو میخوام مادر. شو برو، برو از جلوی چشمم گم شو. اصلا من تو رو دوست ندارم، برو از این اتاق بیرون. بره که تو راحت بشی. معصوم راست میگفت، بی خود نبود که میخواست تو رو نبینه، بی خود نبود که ازت فراریه. حق داشت که اسم مادرشو به زبون نگیره. این بچه رو ببر تو اتومبیل. بله. باید تو رو تنها بذاره که بتونی با اینجور مرد رو دنبال. حیف کلمه مادر که روی تو بذارم، حیف. تو لیاقت بچه داشتن نداری، تو با این ظاهر آراست حتی داشتی منم گول میزدی. ولی افسوس، کم کم داشتم بهت علاقمند میشدم. حیف از دلهای ساده ما که برای امثال شما ها میتابه. اون طفل معصوم راست میگفت، تو یه زن بدکاره ای. آره راست میگه، من یه زن بدکارم، من یه زن هرجاییم. اون مزاحم منه، وقتی اون باشه من نمیتونم با این اون برم بیرون، فهمیدی؟ چه
چرا فایستدی؟ یالا برو بیرون. اگه اون روز تو بیمارستان میدونستم تو یه زن فاسد و هر جایی هستی، نمیذاشتم یک قطره از خون تو به این بچه بدی. مرک برای اون بچه بهتره تا اینکه تو رکاش خون سنی مثل تو جریان داشته باشه. حالا هم دیر نشده، میتونی با اون همه پولی که داری خونش هم عوض کنی؟ من نمیخوام اسم مادری مثل تو رو این بچه باشه. فردا باید بریم شورای داوری، سری هم بگی که پدر اصلی این بچه منم و تو این بچه رو از من به دنیا آوردی. بیا اینم دست مزد، برو خرج رفیقت کن. جناب آقای رئیس، موکل من ادعا داره که پدر اصلی این بچه است و معتقده که اگر پیش خودش بمونه زندگی بهتری برای او فراهم میکنه و وسایل آسایش او از هر لحاظ تأمین میکنه. در حال با وضع نامطلوبی که مادرش داره متفاوت خواهد بود. ادعای طرف رو شنیدید، چی میگید؟ درست آقای رئیس، پدر بچه اون آقاست. بچه از شوهر مرحومتون نیست؟ نه خیر، پدر اصلی بچه همین آقای طاهر جاویده. من به شوهرم خیانت کردم. پس اینطور که معلومه شوهرتون از خیانت شما بیخبر بوده و شناسنامه بچه رو هم به نام خودش گرفته، درسته؟ بله آقای رئیس. حالا پدر اصلی بچه ادعا میکنه شما صلاحیت اخلاقی ندارید که از بچه نگهداری کنید و میخواد شناسنامه بچه رو به اسم خودش ثبت کنه، قبول دارید؟ بله قبول دارم. علی تو چی میگی؟ میخوای پیش پدرت بمونی؟ بله آقای رئیس. طبق اعترافات و اسناد معینی که در دادگاه ارائه شده، علت عدم صلاحیت اخلاقی از این تاریخ نگهداری بچه به عهده پدر او محول میشه و شما دیگه هیچ گونه حقی در مورد تربیت و نگهداری او نخواهید داشت. برگشتی راجع به این موضوع با هم حرف بزنیم. علی علی کجا رفت؟ علی باشا با تو علی کجا داری بیریم پسر؟ مادرم اونجا دیدمش. چی داره میگی؟ اون تو رو بیرون کرد. مادری که تو رو نمیخواد برای چی داری میری پیشش؟ اون منو میخواد، اون اگه منو نبینه دق میکنه. مگه خودت نگفتی که اون مادر بدی بوده؟ مگه نگفتی دیگه نمیخوام روشو ببینم؟ مگه نگفتی؟ چرا گفتم، ولی دروغ بود. اون منو دوست داره، خیلی هم دوست داره. میخوای بازم تو رو تو خیابونا بندازه؟ نه اون منو تو خیابونا نمیدازه، اون منو دوست داره. برای همینم منو فرستاد خونه شما. به من گفت شما یه بچه میخواید، خونه شما رو به من نشون داد، گفت بیام پلوی شما. چی داری میگی؟ این حرفا چیه؟ اون میدونست من میمیرم، اون میدونست منو باید عمل کنم، اما پول این کار رو نداشت. ولی شما پول دار بودید. به من گفت بچه شما و زن شما تو تصادف اتومبیل مردن، اگه بری خونهشون تو رو به جای بچهشون قبول میکنن، اون وقت میفرستنت خارج، عملت میکنن، خوب میشی. به خدا مادر من زن بدکاری نیست، خیلی خوبه، اون بیگناهه. عجب
فکر همه چی رو کرده بودم جوزه. پس همه این کارا رو نقشه بوده. نمیتونم باور کنم. خب بگو ببینم علی. علی! علی! پسرم این چه حرفیه میزنی؟ تو پاره جیگر منی چطوری بهت بگم؟ میدونم که از من نفرت داری. نه مادر، من تو رو دوست دارم. میدونم تمام این کاری که کردی برای خاطر من بوده. توجه کنید، لطفا توجه کنید. از مسافرین محترم هواپیمایی ملی به مقصد لندن خواهش مندم هر چه زودتر سوار هواپیما شوند. آقای علی جاوید و خانم فتنه رهاور، هر چه زودتر سوار هواپیما شوید. تو رو صدا میکنن. تو باید بری. اگه میخوای زنده بمونی برو. مادر میترسم اگه برم دیگه تو رو نبینم. نه پسرم، من منتظرت میمونم. تمام آرزوی من یه همچی روزی بود. برو پسرم، برو. علی مادرت راست میگه، ما منتظر تو میمونیم. تو برو پسرم، الان هواپیما حرکت میکنه. قول میدی مادر منتظر من باشی؟ قول میدم عزیز دلم. خدافظ. برای نجات بچهش این همه فداکاری کرده، زن ولگرد کوچه و بازار خطاب کردم، آبروش رو پروی رئیس دادگاه بردم، اونو لکه‌دار کردم. مانی نداره، آرزون برآورده شده. پسرم برای معالجه رفت به لندن. به کمک شما بود که تونستم به آرزون برسم. الهی سلامت برگرده. به هر حال تا عمر دارم کنیز شما هستم. اختیار داری، تاج سری. ایشالا وقتی علی برگشتن خوشبختی رو بروی جفتتو باز میکنم. ممنونم از شما. همینقدر که بچه‌مو نجات دادین متشکرم. فقط وقتی علی برگشت اجازه میدین هفته یه دفعه بیام بچه‌مو از نزدیک ببینه؟ این چه حرفیه میزنی؟ این بچه مال توه. اگه یه روز تو رو نبینه دق میکنه. اون باید پیش تو باشه. اون به تو احتیاج داره. میدونی چیه؟ وقتی تو رو ندیده بودم هیچ فکر نمی کردم تو دنیا مادری به بزرگواری و خوبی تو پیدا بشه. تو خوشگلترین زن و خوشگلترین مادری هستی که تو دنیا وجود داره. شما منو خجالت میدی. اگه منو قابل خودت میدونی پیشم بمون. وقتی علی به سلامتی برگشت با هم دیگه تمام جاهای دنیا رو میکردی. میدونی چیه؟ چطوری بهت بگم؟ لیاقتت بیش از ایناست. تو باید خیلی بهتر از اینا زندگی کنی. من تمام پول و ثروتمو به پات می‌ریزم. هر چی که بخوای با جون و دل برات فراهم می‌کنم. Thank you.
شادی به کنار تو بمونم تا قیامت با محبت واسه تو ترانه وفا بمونم اومدم تا تو رو پیدا بکنم اومدم کاخ آرزومو برپا بکنم اومدم تا تو رو پیدا بکنم اومدم کاخ آرزومو برپا بکنم اومدم شکار کنم من با قشنگی با زرنگیم دل تو عاشق و بیقرار کنم من اومدم بل بل برپا بکنم اومدم بهش به قوقا بکنم اومدم بل بل برپا بکنم اومدم بهش به قوقا بکنم همچین خودشو پیش اون جا کرده مثل این که صد ساله هم دیگر رو میشناسن میترسم بالاخره کار خودشو بکنه صاحب کن ببینم بله خانم آخر کاغذ مال کیه؟ پس چی میگفت از لندن به نظرم برای آقاست قربونه تو بعدن به تلفن میکنم بده ببینم نه مال منه سلام علی رو فردا عمل میکنن همونطور که سفارش کرده بودین با علی گرم گرفتم به طاهر خان خیلی سلام برسونین و بگین که دائما در فکرشون هستم انشالله حال علی که بهتر شد به تهران برمیگرد راستی که کارهای خدا هیچ کدومش بی حکمت نیست ببین به چه وسیله ما دوتا رو با هم آشنا میکنه باور کن از موقعی که تو زندگی من پیدا شدی دست به هر چی میزنم طلا میشه همین دو سه روزه به اندازه یک سال فعالیت داشتم منفعتش هم مطابق دو سال کارمون بوده واسه خاطر وجود خودت طاهر خان خدا اونایی رو که انسان واقعی هستن حس دارن عاطفه دارن بیشتر از دیگران دوست داره همیشه هم بیشتر از سایرین بهشون میرسه و بهشون قسمتی میده فکر میکنم اون خدایی که اون بالاست هرچی نعمت و خصلت خوبه به تو داده چون تو هم صفا داری هم آقایی هم قلب رؤوف و مهربونی داری تو یه انسان کاملی یه جوان مردی خلاصه یک دنیا مهر و محبت تو قلب توست وجودت برای من قابل ستایشه خجالت هم میدی ملک جون
بعد از آشنایی با تو خوشحالم که قدرت بیانشو ندارم، اما خوشحالی من وقتی تکمیل میشه که خواهش منو قبول کنی. چی کار کنم؟ شریک زندگی من بشی. آه با کمال میل. بذار پسرم برگرده اون وقت. آقا تلفن از لندن، میخوام با شما صحبت کنم. بیا. الو الو، سلام پدر جون. پدرمی؟ حالت خوبه پسرم؟ ای بد نیستم. ببینم پدر، حال علی چطوره؟ حالش خوبه. کی میخواین عملش کنی؟ ایشالا به خوبی انجام بشه. پدر میشه من باش صحبت کنم؟ چرا نمیشه گوشی؟ الو الو علی، علی جون حالت خوبه؟ علی صدات نمیاد. با تو هم علی خوبی پسرم؟ خوبم. مادرم کجاست؟ همین جاست، پهلوی من نشسته. بیا باهاش صحبت کن. الو پسر خوشگلم، حالت خوبه؟ خوبم مادر، فردا عملم میکنم. پدر بزرگ همیشه پیش من، میگه چند روز دیگه برمیگردیم پیش شما. هر شب موقع خواب دعا میکنم که زود برگردم پیش تو، صورت قشنگی تو ببوسم. ناراحت نباش پسرم، تو خوب میشی، برمیگردی پیشم. علی جون خوب گوش کن، میخوام یه چیزی ازت بپرسم، باید به این فوری جواب بدی. من میخوام با مادرت ازدواج کنم، اجازه میدی؟ پس چی؟ خیلی دلم میخواست پدر صداتون کنم. مادرم چی میگه؟ از خودش بپرس. چی علی جون؟ مادر، بالاخره کار خودتو کردی و مرده بیچاره رو به دام انداختی؟ نه عزیزم، اونو به دام ننداختم، من اسیر اون شدم، اسیر اخلاق و رفتارش شدم. خلاصه خوب تکیه. خداحافظ پرنده خوشگلم، تو رو به خدا میسپارم. خب دیگه چی میگی؟ پسرت هم که اجازه داد. به محض اینکه پدرم برگشت با هم عروسی میکنیم. عروسی؟ بله عروسی. اینجا نوشته که با هم عروسی میکنیم. الان گوش بده. نوشته خاله جان، یادته که دنبال یک مرد پولدار میگشتیم که پسر ما رو بفرستد خارج و معالجش بکنه؟ آره آره. حالا همون مرد میخواد که من زنم بشم. با من پیشنهاد عروسی کرده است. خوب علی قبول کرده. الحمدلله. منم قبول کردم. خوب علی اون خیلی دوست داره. خوب بسیار مرد خوب و مهربانی است. از قول من به همه دوستان و محمد فضول اسم منم آورده، میگه سلام برسان. خوب خبر تازه چی داری برای من؟ به محض اینکه علی از سفر برگشت دست جمعی یک سر کله به شما میزنیم. خدایا صد هزار مرتبه شکرت. قربان امروز پدرتون با پرواز 707 تشریف میارن. ای بابا پچر زودتر نگفتی؟ تلگراف همین چند دقیقه پیش به دست ما رسید. خیلی خوب، پس من میرم فرودگاه، تو هم به منزل تلفن کن، به ملک خانم و عمه جان اطلاع بده که پدرم میاد. اطاعت. معذرت میخوام آقا، پرواز 707 از لندن به تهران سر وقت اومده. بله آقا، یک ساعتی که اومده. البته یک هواپیمای دیگه هم از لندن داریم که یک ساعت دیگه میاد. بفرمایید تو دفتر اسم مسافرتون رو بگین، شاید اون پرواز باشه. خوب خواهر جون، حالت خوبه؟ شما چی هستید؟ نامزده طاهر خانه، میخوان با هم عروسی کنه. خیلی عجیبه، باور نمیتونم بکنم. من شما رو قبلا جایی دیدم.
حرف بزن، بگو که تو همون زنی هستی که اون شب، بگو. بله من همون زن هستم، ولی معنی نداره. تو با چه جراتی پاتو تو منظر من گذاشتی؟ پس عروس من تو بودی؟ عروسی که مثل یه فرشته در نظر من جلوه کرده بود تو بودی؟ منظر من جای زنای ولگرد نیست. آقا من ولگرد نیستم. یعنی میگی باور کنم؟ چطور اینقدر شهامت داری که جلوی من دروغ بگی؟ سر ساده من خوب تونستی اونو گول بزنی. بالاخره موفق شدی یه مرد پولدار برای خودت دست و پا کنی، ولی من نمیذارم. من همه چیزو به اون میگم، به اون میگم که تو یه روسپی هستی، به اون میگم که تو شب و روز خودتو در اختیار مردم میذاشتی، شب و روز تو کثافت دست و پا میزدی. نه تو رو خدا این حرفا رو به من نزنی. شما دارین اشتباه میکنی. طاهر همه چیزو میدونه. اون میدونه من برای چه منظوری این کارو میکردم. زود باش گورتو از این خونه گم کن، برو بیرون دختره بی سر و پا. کثافت. هرچی که دلتون میخواد بگین. پس پسرم کجاست؟ تو لیاقت اون پسر رو نداری. زود باش از اینجا برو بیرون. تمام این حرفاتون برای من بی‌ارزشه. این قلب فقیر من به طاهر بزرگترین عشقو پیدا کرده. من اونو دوست دارم. من بدون طاهر و بچه‌ام از اینجا نمیرم. من میخوام با طاهر زندگی بکنم. در اینجا؟ منزل من؟ برای من مهم نیست که کجا و چه جوری زندگی کنم. برای من طاهر و بچه‌ام مهمه. چرا به من نمیگین پسرم کجاست؟ هیچ کس نمیتونه بین من و اون جدایی بندازه. تو بدون پسرت از اینجا میری. بدون پسرم؟ بله بدون پسرت. تو اینقدرام برای اون مادر دلسوزی نبودی. منظورتون از این حرفا چی؟ فکر نکردی چرا من تنها برگشتم؟ ما نتونستیم اونو نجات بدیم. اون زیر عمل مرد. تو دروغ میگی. تو داری منو گول میزنی. من اون پرنده قشنگم و برای مردن آزادش نکرده بودم. پسر من زنده است. اون نمرده. یه دفعه بهت گفتم اون مرده. مرده. اون مرده. اون مرده. زودتر می اومدی و نمیذاشتی کار به اینجا بکشی. حالا هم دیر نشده. نمیذارم این زن کثیف دیگه پاشه تو این خونه بذاره. کی تشریف آورد؟ چی شده؟ چرا ناراحتی؟ ملک کجاست؟ اون رفت. کجا رفت؟ رفت دنبال کارهای گذشتهش، دنبال روسبیگری و ولگردیش. این چه حرفیه که میزنی پدر؟ اون پاکترین زنیه که من تو عمرم دیدم. اشتباه میکنی. من اونو بهتر از تو میشناسم. اون یه دزد و ولگرده. بی خود به اون تهمت نزنین پدر. تهمت نمیزنم، حقیقتو میگم. پارسال که رفته بودم شمال اونو برای من آوردن تو هتل. پولای منو داشت میدزدید. میخواستم پلیسو خبر کنم. اون وقت به من میگه دروغ میگم، تهمت میزنم. درسته پدر، ممکنه حقیقت داشته باشه، ولی علت داشته. من بهتر از شما میدونم. اون هر کاری که کرده به خاطر پسرش بوده. منم این خیالو میکردم، ولی به اشتباه خودم پی بردم. حالا کجا رفت؟ اونو بیرونش کردم. به دروغ بهش گفتم پسرش مرده. چرا این کاری کردی پدر؟ مادری که دلش برای بچهش پر پر میزد چطور دلش شکستی؟ به خاطر تو این کارو کردم، میفهمی؟ به خاطر تو. تو اشتباه میکنی. وقتی حقیقتو بفهمی خودت رو دست و پاش میفتی. صبر کن پسرم، اون لیاقت تو رو نداره. من اونو به این خونه بر میکردم. اگه با آغوش باز از اون استقبال نکنی، اگه ازش معذرت نخوای، دیگه منو نمیبینی. راستی علیکو، اون کجاست؟ اون هنوز لندنه. با این هواپیمایی که من میومدم جا نبود.
روز چهارشنبه با فتنه میان. ولی گوش کن چی میگم طاهر. دیگه به حرفات گوش نمی کنم پدر. تو زندگی منو خراب کردی. نه، هر چی پول بخوان آقای طاهر بهتون میدن. همه جا رو بگردین، تا خبری از خانم شد اطلاع بدین فوری. چه خبر؟ چی میگه؟ میگه چند نفر گذاشتیم دو شبانه روزه که دنبالش میگردن. متاسفانه هیچ خبری ازش نیست. آقا حالا بفرمید بریم فرودگاه. اینا الان میان. قصه نخورین، پیداش میکنیم. حالا بفرمید اول علی رو بیاریم تا ببینیم بعد چی میشه. فتنه ای عزیز خوش آمدی. سلام. سلام پسرم، الحمدلله که سالم برگشتی. چیه پسرم؟ پس مادرم کجاست؟ چرا اون نیومده؟ دو روزه که از خونه رفته بیرون، هنوز بر نگشته. خیلی برای اون ناراحته، نمیدونم چیکار کنم. به شما خبر نداده که کجا رفته؟ همه جا دنبالش گشتیم ولی پیداش نکردیم. گفتین همه جا رو گشتیم ولی پیداش نکردیم. حالا پسرم کنار این دریا توی همین شهر من تو همینجا به دنیا اومدیم، همینجا باید بریم. هر وقت هر کجای دنیا من رو گم کردیم یه همینجا من منتظرتم. من میتونم مادرم کجا رفته. میدونی؟ آره، یه جای قشنگی هست که اون خیلی دوست داره. به هم گفته هر وقت بخوای منو پیدا کنی بیا اونجا. پس چرا معطلی؟ بریم اونجا رو به من نشون بده. بریم. مادری بیچاره ای تو چی میگفت؟ محمد آقا جان محمد آقا تو صدا محمد آقا مادرم کجاست؟ مادر؟ دیگه مادری نماند. مادر از غصه ای تو کفش لنگ زیر بغلا مثل دیوان ها پای برهنه همینجوری اونجا کنار دریا از غصه ای تو راه میره بود. راه میره بود. خواهش میکنم محمد. سلام آقا بریم اون چرا به ما نشون بده. بفرمین سواش. شما برین عقب سه جلو سواش. آت سیغ مسیغ داری قربان. یواش برو که من...
میادیم آهد میابارم